ملت قهرمان ایران، امروز میخوام به صورت بسیار خلاصه بگویم که چطور شد که آمریکا و انگلیس به این درجه از پیشرفت رسیدن و ما به این درجه از عقب ماندگی. ابتدا اجازه بدید در رابطه با نادرشاه یک اشاره بکنم. نادرشاه به یک انگلیسی میگه اگر من یک پا داشته باشم نصف دنیا مال منه و اگر دو پا داشته باشم تمام دنیا مال منه. و میدونیم که هندوستان رو قبل از انگلیس فتح کرد. البته من مخالف کشورگشایی هستم، فقط خواستم بگویم که ما در کجا بودیم، به چه روز سیاهی افتادیم. در اوایل قرن 13 هم که انگلیس، مردم انگلیس برای پادشاهشون شورای مشورتی درست کردن، ما گرفتار حمله مغولان بودیم. در قرن 17 هم که اختیارات به صورت کامل در اختیار پارلمان قرار گرفت و پادشاه یا ملکه فقط نمایشی بودند، ما چی گرفتار حکومت صفویه خونخوار و آدمخوار بودیم. اما آمریکا مستعمره انگلیس بود و در زمانی که اونها به استقلال رسیدن، ما گرفتار آدمکشی آقا محمد خان قاجار بودیم که 10 منچشم از مردم کرمان در آورد و همینطور شهر تفلیس که الان پایتخت گرجستان هست را قتل عام کرد. آمریکا در این 230 سال، نزدیک 240 سال، همیشه انتخابات آزاد داشته که مردم پای صندوق رای می رفتن و نمایندگانشون و رئیس جمهورشون رو انتخاب میکردن. تمام رئیس جمهورهای آمریکا یک دوره یا دو دوره رئیس جمهور بودن، به غیر از یک رئیس جمهور که چی؟ که 3 دوره رئیس جمهور شد. یعنی به هیچ عنوان رهبر مادام العمر نداشتن که اختیارات تام داشته باشه. و اما کشور عزیز ما ایران 113 سال از انقلاب مشروطیت میگذره. در این 113 سال به جرأت میتونم بگم که ما 20 سال دموکراسی نداشتیم و باز از انقلاب بهمن سال 57 بیش از 40 سال میگذره. فقط ما 2 سال آزادی و دموکراسی داشتیم، 38 سال استبداد و دموکراسی، استبداد و دیکتاتوری داشتیم. آقای خمینی که رهبر انقلاب شد، در ابتدا نیتشه، حرفاشه، اون حرف دلش مخفی کرد. حکومت بازرگان که از انواع احزاب و سازمانها را تشکیل شده بود، خودش به رسمیت شناخت و قبول کرد. تمام احزاب، حزب جبهه ملی به رهبری کریم سنجابی در دولت بود، آقای حزب ملت ایران به رهبری آقای فروهر در دولت بود، حزب جابا به رهبری آقای دکتر کاظم سامی و خود نهضت آزادی و همینطور سازمان مجاهدین خلق در حد استاندار و فرماندار بودن. اما به محض اینکه آقای خمینی بر خر مراد سوار شد و قدرت را قبضه کرد، همه اینا را از دم یا کشت یا به زندان انداخت یا فراری کرد و یا خانه نشین کرد. همه را و جنگ را عمدن ادامه داد و گفت این جنگ برای ما نعمت است که چی؟ که بتونه خوب سرکوب کنه. کجای دنیا جنگ نعمت هست که برای ما نعمت باشه؟ حتی در سال 67 که از عراق آقای خمینی شکست خورد، تمام زندانیان سیاسی را در تابستان سال 67 در زندانها قتل عام کرد. همه شون را از دم، فرق نمی کرد که مسلمان باشن یا غیر مسلمان باشن، که البته اکثریتشون از سازمان مجاهدین خلق بودن. آقای خامنه‌ای هم همین روش را ادامه داد، یعنی کاملا همه را سرکوب کرد. حتی یک سری احزاب که در زمان اصلاحات به وجود آمدن، اونها را هم سرکوب کرد و احزاب و به خصوص رهبرانشون را به زندان انداخت.
آقای خامنه ای همونطور گفتم به هیچ کس رحم نکرد، دیکتاتوری مطلق با وجود آورد. اما میخوام اینجا یک سوال بپرسم، ملت قهرمان ایران شما جواب بدید، آقای خامنه ای هم میتونه جواب بده. حکومت ایران جمهوری اسلامی مدعی هست که سازمان مجاهدین خلق 17,000 نفر را چیکار کرده؟ از اینها ترول کرده. سازمان مجاهدین خلق مدعی هستند که 120,000 از اینها را چیکار کرده؟ حکومت اعدام کرده. البته حکومت از سازمان ها و احزاب دیگر هم بسیار اعدام کرده، ولی خب اکثریت با سازمان مجاهدین خلق. ملت قهرمان ایران اگر چنانچه به اون آزادی ابتدای انقلاب ادامه میدادیم و احزاب و سازمان ها آزاد بودن و معیار ملت بود که به کدام حزب رای بده که اون حزب قدرت قبضه کنه، آیا امروز این 137,000 نفر در خانه هایشون نبودن و به مرگ طبیعی نمی مردن؟ آیا کشور ما مثل فرانسه، کانادا، ایتالیا نمیشد از نظر اقتصادی؟ مسلما میشد. و اکنون که کشور در این بنبست اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی همه و همه قرار داره، قرار میگرفت که با تمام دنیا جنگ داره. درود بر ملت قهرمان ایران، درود بر زندانیان سیاسی، درود بر معلمان زندانی و درود بر آقای زحمتکش که از زندان عادل‌آباد شیراز با چه روحیه‌ای به من تلفن زدن. زنده باد آزادی، زنده باد زندان، تا برقراری دموکراسی. ایران، مشهد، سید هاشم خواستار.